درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتون تقدیم میکنم. من قبل از اینکه از مهمان عالی قدرمون جناب مهندس ناصر پل خواهش کنم که صحبت کنند، یه مختصری در مورد این انفجارهای اخیر در تهران صحبت خواهم کرد. بعد سخنران اصلی ما جناب مهندس ناصر پل هستن، سخنگوی حزب پانیرالیست در خارج از کشور که در ایشون یکی، یعنی سازمانشون یکی از 37 سازمان عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستن. در این بخش بنده در قسمت مربوط به انفجارهای اخیر تهران، بنده به نظرم اهم از این که این حمله تروریستی در روز چهارشنبه در تهران این واقعی بوده یا به وسیله رژیم مهندسی شده باشه فرقی در مسئله اصلا نمی کنه. حالا این انفجارها علاوه بر نتایج کوتاه مدتش که عبارت باشه از سرپوش گذاشتن روی خواستهای فوری مردم، دوم تشدید فضای امنیتی به پیش از انتخابات، چون همطوری که میدانیم برای انتخابات و برای اینکه مردم رو گمراه بکنن، فریب بدن، برای اینکه بیان پای صندوق ها و مثلا به قول خودشون مشروعیت جهانی بیشتری بگیرن، یه مقداری فضای امنیتی رو آزاد کرده بودن. در سال خانم ها مجاز بودن که مثلا 4 تا موشون هم از زیر روسریشون بیرو بذارن. حالا چون مثل که رشته کرام از دستشون در رفته، این است که نتیجه که میخوان بگیرن یکی تشدید فضای امنیتی برسن به پیش از انتخابات و بعد از همه مهمتر بازداشت مخالفین و بگرم ایجاب بکنه احیانا یک یا دو نفر رو اعدام کنن برای این، و از همه مهمتر به فراموشی سپردن این برجام و تقلب در انتخابات. ولی علاوه بر اینها این یک مسئله عمیق‌تر داره. مسئله عمیقش این است که الان همطوری که اطلاع دارین، در با توجه به نوشته‌ای که آقای تیرمیستان اعلام کرده و پخش جهانی کرده، همطوری که میدانیم یکی از سازمان‌های غیر رسمی که تصمیمات جهانی رو تا حدودی درش مؤثر هستن، این سازمان از کنم که گروه بیلدبرگر هست که الان در آمریکا تشکیل شده بود از اول تا 4 جون و با حدود 130 شخصیت جهانی تشکیل شده بود، که البته این یه سازمان بسیار محرمانه است، البته از اون سری بودنش خارج شده، ولی شخصیت هایی که در اینجا شرکت کردن قابل ملاحظه. 130 نفر شرکت کردند که یکی از اونها آقای مکمستر مشاور امنیتی ترامپ و بعد جان برنان رئیس سابق CIA، سر جان ساروس رئیس سابق MI6 انگلیس و جالب جنرال دیوید پاتروس که از پایگزاران داعش بود، البته مدتی فرمانده عملیات در عراق بود که با چهره ایشون آشنا هستین. بعد نفرات بعدی کولبر کراویس رابرتس که خودش داوطلب خزانه‌داری داعش کرده، بعد این جنرال دیوید پاتروس هم طور که عرض کردم از پایگزاران داعش بوده که در مصاحبه‌هایش ایران و خطرناکتر از داعش برای عراق میدونه. البته این بعد از این است که اون مقامش رو از نظر فرماندهی از دست داد، فرماندهی در عراق بازنشسته. در اصل نتایج این کنفرانس معمولا اعلام نمیشه، ولی ایشون احتمال داده که این مسائل به وجود بیاد. یک اسلام سیاسی با پیگیری لندن به وجود بیاد، شامل ایران، قطر، ترکیه، لبنان و غزه
و یا به طور کلی‌تر هلال اسلام سیاسی. و دوم انگلیس تسلطش رو در خاورمیانه با این ترتیب حفظ خواهد کرد. این در واقع در مقابل این برنامه‌ای است که آقای ترامپ با سفر به عربستان و اینی که با این متحد قدیمیشون دو مرتبه در واقع پیمان دوستی بستن و خواستن ایران منزوی بکنن، این انگلیس در واقع این کار رو در مقابل آقای ترامپ داره انجام میده و هدفش هم این است که بتونه تسلطش رو طبق معمول در خاورمیانه حفظ میکنه. بنابراین اونچه که مهمه این است که در این اسلام سیاسی بعد از اینکه آقای ترامپ با دادن قرارداد مثلا 110 میلیارد دلار از عربستان خواست که اخوان المسلمین رو از سمتش دست برداره، ولی انگلیس از این موقعیت سوء استفاده کرده که چون در واقع یکی از هواداران اساسی این اخوان المسلمین خود انگلستان بوده، بنابراین در این اسلام سیاسی سعی میکنن که اخوان المسلمین هم شریک بشن با ایران و قطر و ترکیه و بقیه. در اصل هدف انگلیس این است که بتونه کماکان تسلطش رو بر خاورمیانه در مقابل آمریکا حفظ کنه. در نتیجه این کار و این سیاست دوگانه‌ای که بین آمریکا و انگلیس به وجود اومده، آغاز منازعات شیعه و سنی و یا به عبارت دیگه عرب و پارس خواهد و احتمال داده میشه که ایران از عراق و سوریه خارج بشه و احتمال زیادتر این است که با این ترتیب دیگه لزومی برای وجود داعش وجود نداشته باشه و خود این کشورها در واقع به مقابله با هم برخواهند داشت و اسلام کشی بینشون اوج خواهد گرفت، همین کاری که داعش میخواست بکنه. بنابراین این پیامدهای بسیار بسیار ناهنجاری است که احتمال داده میشه که خدا نکرده به وقوع پیوند. آنچه که برای ما ایرانیان مهمه این است که ما بایستی سعی بکنیم حتما ایران وارد جنگ نشه، پرهیز از جنگ بکنیم. ولی متاسفانه اون سیاست‌هایی که میخوان در ایران جنگ به وجود بیاد تبلیغات بین‌المللی میکنن و نظامیان ایران رو دارن تحریک میکنن که شما نیروتون برتر از همه اعراب هست و در واقع به طور غیر مستقیم تشویق به جنگ میکنه. البته اگر این جنگ به وجود بیاد که امیدواریم نشه، این کار اینقدر این آقایون سیاستمدار دست اندرکار جمهوری اسلامی اینقدر به اصطلاح ادراک سیاسی داشته باشن که بتونن این مسئله رو با مذاکرات حل بکنن که حل شدنی هم هست، ولی این فشار از بیرون هست که حتما این نزاع در خاورمیانه به وجود بیاد. برندگان این جنگ مسلم روسیه است که همیشه کنار نشسته و بهره برداریش میکنه، آمریکاست و اسرائیل. بازندگان این جنگ هم اگر خدا نکرده وجود بیاد مردم ایران و عربستان و سایر عرب منطقه هستند. البته سیاست‌های غرب به بهانه توازن قوا میخوان ایران رو در منطقه جایگزین اسرائیل بکنن در مقابله با عرب. با توجه به برنامه MI6 انگلستان که از زمان ناصر با رواج واژه خلیج عربی فکر تجزیه خوزستان به وجود آورده بودن و در اون موقع با سیاست و دیپلماسی مثبت ایران کارشان به جایی نرسید، ولی این جنگ اگر به وقوع پیونده اولین قدم و هدف عبارت است از تجزیه خوزستان و گرفتن منابع نفتی و یک جنگ بی پایان نژادی و مذهبی و ویران شدن زیر ساخت ایران کهن، نه زیر ساخت جمهوری اسلامی خواهد. برای ولی بعد بدونیم که جمهوری اسلامی خواهد رفت ولی ایران میموند. ما باید ایران یک پارچه رو نگه داریم و به نسل‌های آینده به عنوان یک ایران یک پارچه تحویل بدیم.
عرض کنم که من در این بخش بعدی گفتگویی خواهم داشت با جناب آقای مهندس ناصر پول که ایشون سخنگوی حزب پانیاریست در خارج از کشور هستند و همونطوری که اطلاع دارید از میهن پرستان به نام هستند. جناب مهندس پول تشریف دارین در برنامه؟ بله بله در خدمتونم و به فرمایشات جناب عالی گوش میدادم. بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده را اجابت فرمودید در این برنامه شرکت کردید. من همونطوری که قبلا هم صحبت کردم خدمتتون، میخواستم به چند سوال پاسخ بدید. یکی این که آیا این انتخاب یا انتصاب پر سر و صدای روحانی که با یک برنامه‌ریزی خاصی به قول خودشون 21 میلیون رای آورده، حالا صرف نظر از صحت و سقمش، تا چه حد اصلا در آینده ایران میتونه تأثیر داشته باشه در جمهوری اسلامی و بعدم در آینده بعدی؟ خیلی ممنون، این سوال اول من. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر نصر اصفهانی از دعوتتون و از مهر همیشگیتون نسبت به بنده. عرض کنم انتخاب آقای روحانی چیز غیر منتظره‌ای نبود. همه این انتظار رو داشتن به خاطر اینکه انتخاب ایشون بهترین گزینه برای خود نظام جمهوری اسلامی هست. اما مردم خب از روی خب به آقای روحانی به ایشون رأی ندادن، بیشتر از روی بغض معاویه و اون کسی که در برابر اون قرار گرفته بود که آقای رئیسی باشه، که نمیخواستن قاتلی رو با چنان سابقه وحشتناکی که داشته انتخاب بکنن. و خب این دلیلی بود که بعضی از همیهنان ما به پای صندوق رأی رفتن و از همه شواهد هم حاکی هست که تعداد رأی ها این 40 و چند میلیونی که گزارش دادن نبوده، بلکه تعداد رأی ها رو به حد زیادی افزایش دادن، کما اینکه میگن که رأی های همه رو دو برابر کردن، یعنی آقای رئیسی و آقای روحانی نصف اون رأیایی رو که اعلام شده عملا آورده بودن. اما به هر حال چه رئیسی چه روحانی از نظر ما و از نظر مردم ایران فرق چندانی نمی کنه. همه اینها خواهان حفظ نظام هستن و اولویتشون این هست که این نظام رو حفظ کنن و این شیوه حکومت رو ادامه بدن و مردم ایران هم منتظر فرصت مناسب هستن و از هر فرصتی هم که به دست آوردن، حتی در همین انتخابات هم و همچنین در انتخابات گذشته، بارها مخالفت خودشون رو با این نظام در کلیتش اعلام کردن و حتی شعارهایی دیدیم که شعارهایی در نابودی نظام میدادن. اما عملکرد رژیم در عرض این 30 و چند سال گذشته و همچنین این اتفاقاتی که یکی دو روز گذشته افتاد که جناب عالی به اونها اشاره کردین، نشون داده که این نظام با سبوعیت تمام در برابر مردم ایستادگی خواهد کرد و سعی میکنه هر گونه خیزشی رو از سوی مردم سرکوب بکنه و مردم هم خب ازشون نمیشه انتظار داشت و اونها خودشون هم میدونن که با سینه ستبر هم به جنگ شاخ گاو نمیشه رفت. بنابراین منتظر یک فرصت مناسبی هستن که بتونن به خواست خودشون که همون حاکمیت ملی و برقراری یک نظام قانونمند هست برسن. این نظام مسئولیت خودش رو از دیرباز از دست داده و با وجود همه انتقادهایی که از اپوزیسیون میشه، که به باور من اپوزیسیون جمهوری اسلامی همه ملت ایران هم، چه در درون ایران چه در خارج کشور، و اون بخشی از ایرانیانی که در خارج کشور هستن
که مبارزه علنی‌تر و آزادتری علیه نظام انجام دادن، انتقاد بسیار زیادی ازشون میشه که کاری نتونستن انجام بدن، موفق نشدن و از این گونه حرفا. اما همین سلب مشروعیت از جمهوری اسلامی به باور من یکی از بزرگترین دستاوردهای اپوزیسیون ایرانه، هم در درون ایران هم در خارج کشور، که همه ایرانیان دست به دست هم دادن و به این مرحله از مبارزه رسیدن که الان جمهوری اسلامی نه در نظر مردم از سزاواری حکومت برخورداره و نه حتی در میان کشورهای خارجی. و به همین دلیل هم هست که هم از درون ایران زیر فشار بسیاره و هم در خارج کشور و در عرصه بین المللی. بنابراین انتخاب آقای روحانی یا هر کس دیگه فرق چندانی در آینده این نظام به باور من نخواهد کرد. این نظام رفتنیست و مردم یک نظام آبرومند میخوان که نماینده اونها باشه، مبتنی بر حاکمیت ملی، و این خواست مردمه و به همین سو به باور من دارن پیش میرن، فقط منتظر فرصت مناسب هستن که به اون خواست خودشون برسن. خواست مردم هم همونطور که بارها هم با جنابالی هم در این مورد صحبت کردیم این هستش که این کار به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. مردم خواهان یک انقلاب دوباره نیستن، اما این تغییر نظام چه به صورت مسالمت آمیز باشد و ببخشید آیا به صورت مسالمت آمیز باشه یا قهرآمیز، تصمیمی است که شوربختانه و متاسفانه سرانجام سران جمهوری اسلامی خواهند گرفت، چون مردم خواست خودشون رو در همه این انتخابات گذشته حداقل به این نظام خیلی صریح اعلام کردن. اما این نظام هست که گوش شنوا نداشته و این نظام هست که به خواستهای مردم تمکین نمی کنه. عرض کنم که خیلی ممنون. من دو نکته به فرمایش جناب‌عالی اضافه کنم. یکی این که گفته شده که اپوزیسیون در خارج کاری انجام نداده، این یکی از برنامه‌های خود جمهوری اسلامیه، منطقه طوری ترتیب میده که از دهان بعضی از گویندگان که خودشون متوجه هستن متوجه نیستن خارج میشه. بعد دستاوردش همین بوده که با افشاگری ها مشروعیت این نظام رو تونستن زیر سوال ببرن و مردم آگاه بشن. دوم در مورد این که خشونت آمیز باشه یا نباشه، مسلمه که هیچ ایرانی نمیخواد کار خشونت باری انجام بده، ولی از پیش اگر یک کارت بلانجی به رژیم داده بشه که آقا شما هیچ مقابله قهرآمیز باتون نخواهد شد، خب اینا بیشتر به عمر خودشون با اتکای بیشتری ادامه خواهند داد. ولی باید بدونیم که این عکس العمل رژیم هست که آیا مردم رو وادار میکنه قهرآمیز عمل بکنن یا همینطور مصادات آمیز کاملا جور. این بدیهیه. اما در مورد پرسش دوم که بخشیشو جناب عالی به گونه پاسخ دادین، این است که بنده میخوام ببینم که این سازمان‌های متعدد پارلیناریست که در خارج از کشور هستن و همینطور در داخل کشور که چند پیش هم با هم صحبت کردیم و قرار بود که بین اینا یک هماهنگی کامل به وجود بیاد، این در چه مرحله است؟ تا چه حد پیش رفت کرد؟ عرض کنم خدمتون، حزب پانیرانیست و پانیرانیست ها تافته جدا بافته نبودن در عرض این 38 سال گذشته. مثل هر سازمان دیگری جمهوری اسلامی سعی کرده بیشترین فشارها رو بر اونها وارد کنه و در بین اونها اختلاف نظر، اختلاف سلیقه و تفرقه بندازه. شوربختانه در حزب پانیرانیست هم تا یه حدی موفق به انجام این کار شدن، اما پانیرانیست متوجه این خرابکاری ها و توطئه های دستگاه های اطلاعاتی رژیم هستند
و همیشه در جهت ایجاد اتحاد و هماهنگی و همدلی بیشتر بین گروه‌های پانگرنیست و افراد پانگرنیست پیش رفتیم و داریم به اون جهت نزدیکتر میشیم به خواسته خود. در مورد خارج کشور من عرض کنم خدمتون که سازمان برون مرزی حزب پانیرونیست که منم یکی از هموندان اون هستم در تمام این مدت 38 سال در خارج کشور فعالیت می‌کرده و به خاطر شرایط سرکوب و اختناقی که در درون ایران حاکم هست تصمیم گیری خودش رو در خارج کشور انجام میده که مسئولیت هر گونه حرف و عمل و فعالیتی برای سازمان برون مرزی در خارج کشور و متوجه سازمان برون مرزی باشه. بنابراین با وجود همدلی و همراهی که ما با دوستان درون کشور داریم و همه ما پانیرانیست هستیم و معتقد به اون به همون آرمان‌های عقیدتی، اما از نظر خط مشی فعالیت سیاسی سازمان برون مرزی مستقلاً عمل می‌کنه. حالا پرسش بعدی بنده این است که همطوری که اطلاع دارید در خارج از کشور گروهی مشغول به تدوین قانون اساسی هستند که این قانون اساسی مربوط به زمانی است که براندازی انجام شده و یه حکومت مردم سالار سر کار اومده. آیا به نظر شما تدوین قانون اساسی در خارج از کشور، حالا گروه‌های مختلف در سازمان خودشون و بعضی از سازمان‌ها رفتن در از کنگره آمریکا با هماهنگی با نمایندگان کنگره آمریکا، مثلا اینجور که ادعا می‌کنن قانون اساسی برای ایران پس از براندازی تدوین کردن، به نظر شما این کار چه پیامدی داره و چه مفهوم سیاسی داره؟ خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم. عرض کنم خدمتون که تدوین یک قانون اساسی امروز کار مشکلی نیست. متخصصین میتونن در عرض چند ماه این کار رو انجام بدن. اما یک بخشی از قانون اساسی آینده ایران شکل و نوع حکومت هست. و خب اون رو هم تا در یک رفراندوم مردم ایران تایید و تصویب نکنن خب نمیشه اون رو جزی از قانون اساسی گذاشت. اما این تلاش های جداگانه رو و به خصوص تأکید بر حقوق بشر و رعایت حقوق بشر در قانون اساسی من امری مثبت میبینم و اگر جزی از فعالیت های به خصوص برون مرز باشه من ایراد زیادی به اون نمیبینم، ولی من فکر میکنم نهایی شدن قانون اساسی رو باید در درون کشور و پس از تغییر نظام انجام بود. عرض کنم که یه فکری به وجود اومده و اون این است که اگر ما جمعاً به صورت اپوزیسیون مخالف با این روش جمهوری اسلامی و سرمنشأش هم قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، اگر براندازی یا به صورت قهری یا خود به خود صورت بگیره که بنده بعید میدونم به صورت خود به خود باشه، یعنی سرنگونی خود به خود انجام بگیره یا اینکه حکومت ثابت بشه، من بعید میدونم. بنابراین بایستی به صورت براندازی انجام بشه، یعنی یک فعل فاعلی برای این کار وجود داشته باشه. حالا اگر فرض کنیم که ما رسیدیم به اون روز براندازی، در این تئوری اینجور گفته میشه که خب این کسانی که قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، بنابراین ما علی‌القاعده باید برگردیم به یک روز قبل از این شورش 57. در اون موقع چه قانونی حاکم بوده؟ قانون اساسی مشروطیت. بنابراین حق این است که لااقل تا موقعی که قانون اساسی جدید نوشته نشده مبنای کار همون قانون اساسی مشروطیت باشه بر اساس موارد پیشبینی شده در اون قانون و بر اساس نظامنامه‌های موجود که تا اون تاریخ عمل می شده بر اون اساس باید انجام بگیریم. ولی اون نقاط ضعفی که گفته میشه در قانون اساسی مشروطیت وجود داشته، از جمله اینی که
دین رسمی باید وجود داشته باشه که مغایر همه این اصول پنجگانه ماست، و یا اینکه مثلا فقط افراد شیعه مسلمان میتونن به وزارت برسن و به اون به اصطلاح پنج مجتهدی باید همه قوانین رو بررسی کنن تا مغایرتی با شریعت اسلام داشته باشه، اینها باید انجام بشه، ولی اینا به بلافاصله بعد از اون روز نمیشه. اون وظیفه همین مجلس مؤسسان است که اشاره فرمود که بعد از براندازی در یه شرایط انتخابات آزاد به صورت همه پرسی انجام بشه و ابتدا نوع نظام مردم معین بشه و به اصطلاح مجلس مؤسسان خود اون افراد حق تعیین سرنوشت نظام نداشته باشن، بلکه اون سرنوشت نظام باید با خود صاحب کار یا ملت ایران باشه و اون در همه پرسی مشخص بشه. وقتی مشخص شد، عده حقوقدار خبره این کار میتونن بشینن و اون نظر مردم رو به صورت قانون پیاده کنن به اسم قانون اساسی. البته هیچ مانعی نداره که تمام گروه های سیاسی که الان وجود دارن یا اون موقع در دوره گذار به صورت احزاب مختلف وجود میان، یا پیشنهادهای خودشون رو برای اجرای نظر مردم که در همه پرسی اتخاذ شده اون رو اعلام میکنه و بر اون اساس اعضای مجلس مؤسسان در اون قالب و اون چارچوب عرض کنم که قانون اساسی رو بنویسن. پس ببینم نظر جناب‌عالی در این زمینه چی؟ فرمایش شما کاملا درست. اولا کلن در مورد قانون اساسی، از زمانی که قانون اساسی آمریکا به عنوان اولین قانون اساسی مدرن به بشریت عرضه شد بیش از دو قرن میگذره و در این زمان هم خب قوانین اساسی دیگری پدید آمده در کشورهای دموکراتیک دیگه که همه اینها میتونه نکاتی در اونها داشته باشن که ما بتونیم استفاده کنیم، و به همین دلیل هم عرض کردم که تدوین یک قانون اساسی کار چندان مشکلی نیست. اما من هم کاملا با شما موافقم، با تجربه‌ای که مردم ایران در عرض این 38 سال گذشته داشتن، به باور من حکومت بعدی ایران نه تنها یک حکومت سکولار خواهد بود، بلکه یکی از لائیک‌ترین حکومت‌های دنیا خواهد بود. خیلی ساده، آدم مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید می‌ترسه. ملتی که چهار دهه تا الان سم این دکانداران مذهب رو چشیده، دیگه نمیتونه به هیچ صورتی حکومت خودش رو به هر مذهبی نزدیک بکنه. حکومت از آن ایران و همه ایرانیان از هر تیره و قومی که باشن و با هر مذهبی که باشن، همه از حقوق برابر برخوردارن و باید بتونن بخشی از اون حکومت باشن و نقش مساوی در این حکومت داشته باشن. بله، نه من خیلی نگه، من خیلی خوشبینم با آینده ایران. این مسائل منو نگران نمی کنه. خیلی هم من نگران این نیستم که باید همه گروه های مخالف باید با هم متحد بشن که ما بتونیم به نتیجه برسیم. همین توی همین آمریکا فاوندینگ فادرزشون، بنیانگذاران حکومتشون 10-15 نفر بیشتر نبودن. یعنی شما احتیاج ندارین که همه مردم یک صدا یک چیزی رو بخوان. نخبگان جامعه میتونن این مسائل و این تصمیمات رو برای جامعه بگیرن و مردم هم وقتی در جهت منافع و مصالح ملی باشه همه تایید خواهند کرد. بله، خیلی متشکرم. تو که فرمودید کافیست که یک ماده در قانون اساسی وجود داشته باشه و اون است که همه افراد ملت ایران متساوی حقوق هستند. این حقوق شامل همه چی خواهد بود دیگه، رأی دادن، انتخاب شدن، انتصاب، هر چیزی. بسیار سپاسگزار جناب مهندس‌پور از این وقتی که گذاشتین تشریف. امیدوارم که بازم در آینده لطف بفرمایید در این برنامه شرکت بکنید. بنده سپاسگزارم، خدمتتون به دور عرض میکنم با عرض تشکر مجدد.
منم از شما سپاسگزارم، در خدمتتون هستم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. بسیار متشکرم. در این بخش از برنامه که من در باره موضوعی که اصلا علی‌القائلی نباید فکر بکنم و صحبت بکنم، مجبورم صحبت بکنم و اون نامه‌ای است که آقای محسن سازگارا عرض کنم که نوشته به آقای سید علی روضه‌خوان، ملقب به رهبر مسلمین یا رهبر شیعیان جهان. و در این نامه سرگشاده ایشون فکر کرده که این آقای خامنه‌ای، روضه‌خوان سابق، واقعا میتونه یک کاری انجام بده. عرض کنم که من طرف صحبتم ضمن این که آگاه رسانی به همه بینندگان عزیز هست، طرف صحبتم با آقای سازگار است. عرض کنم که ایشون خب یه چند صفحه نوشته و از نظر انشا خب بسیار عالیه، ولی نه در حد اون مالکش رژیم آقای نوریزاد که ایشون از آقای سازگارام فریبکارتره. در صورت این آقای محسن سازگارا یه نامی نوشته به این جنایتکار قرن، یعنی آقای سید علی روضه‌خوان، که ایشون در منزل آقای ناصر نوری در مشهد چایی بیار بود برای مهمانان. آقای سازگارا، نمره انشای شما 18 است ولی بقیه شرایط شما نمرتون 0، از جمله نمره میهن‌پرستیتون، نمره اخلاق سیاسیتون، نمره راستگوییتون و نمره پشیمانی از خیانت به ملت ایران. شما هیچگاه در هیچ برنامه، هیچگاه از این که در این جمهوری اسلامی یکی از پایه‌گذاران بودین و این خیانت بزرگ به ملت ایران کردین اظهار نظری نکنید. بنابراین نمره پشیمانی شما از خیانت به ملت ایران هم 0. بنابراین مجموعاً شما 18 دارید و 4 تا 0 میشه معدلتون 3.6 دهم، که اگر بر مبنای معیارهای قدیم ایران حساب کنیم، چون شما از 7 هم پایین تر هستین، بنابراین از نظر سیاسی بسیار مردودید. تمام این توصیه هایی که شما در این نامتون کردین و بعدم اصرار دارین که با افتخار و برای فریب مردم هنوز دستمند سبزتون رو به دست ببندین، این فقط و فقط در راستای حفظ رژیمه. عرض کنم که ایشون در یه نامه مفصل پیشنهادی کردن به آقای خامنه‌ای، از جمله تعویض ریاست بی کیاست قوه قضاییه و آشتی ملی، دوم اینکه اموال مردم و دزدی‌ها را به ملت بازگردانی، و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به رفراندوم بگذارید. عرض کنم که باید به آقای سازگارا توضیح داد، البته خودشون میدونن ولی مصلحتشون نیست که به روی مبارکشون بیارن. اولا مسئله مردم ایران قوه قضاییه یا آقای لاریجانی یا حتی برادرشون لاریجانی است، اینا جزء مسئله هستن، ولی مسئله مردم خیلی فراتر از این افراد و این مثلا کارگردان ها سردمداران هست و حتی خود خامنه‌ای. مسئله مردم کل رژیم قاصب جمهوری اسلامی و همه پایه‌گذاران این رژیم منحوس از جمله شماست، که شما با اینکه یک مهره سوخته سیاسی بیشتر نیستین، هنوزم که هنوز به شغل ناشریف فردی به فریب مردم ادامه میدین. اما در قسمت اون دو کلمه آخری که در پیشنهاد اول مرحوم فرمودید، آشتی ملی، آشتی ملی هم شما خودتون بهتر میدانید که یه شعار فقط. آشتی ملی کی باید با کی آشتی بکنه؟ اگه منظورتون آشتی اصولگرایان یا با اصلاح طلبانه و یا از ترکیب و ائتلاف و آشتی رنگ بنفش و رنگ سبز و رنگ سرخ، یعنی اصولگرایان هست، رنگ بنفش هم آقای
عرض کنم که روحانی که مثلا اصلاح طلبه و رنگ سبز هم که شما به اون دارین افتخار میکنین، این کار انجام شده در همین انتصابات اخیر و این شوی تمام عیاری که اینا نشون دادن و اعلام کردن که نمیدونم 21 میلیون نفر به آقای روحانی رای دادن، اونم 14 میلیون به آقای رئیسی، که البته این عدده هیچ مفهومی نداره در یه رژیم دیکتاتوری، هر عددی میتونم بذارم اونجا، مثل همونطوری که شوروی میکنه یا بقیه کشورهای دیکتاتوری کردن میکنن، و البته منظورم شوروی سابق، که این اگه منظورتون این اصولگرایان و اصلاح طلبان با همش آشتی کنن که کردن و بالاخره حالا غیر از جنگ ظاهری زرگریشون تونستن این آقای گرگ بنفشو برای 4 سال دیگه منصوبش بکنن تا 2 مرتبه در لباس میش به حکومت ننگین قاسم جمهوری اسلامی ادامه بده. اگر منظور جنابعالی آقای سازگارا آشتی ملت و میهن پرستان با سردمداران رژید و با دزدان و جنایتکاران و چپاولگران و متجاوزین به حقوق یکی یک مردم ماست، این دو مفهوم بیشتر نداره. مفهوم اولش اینه که خطاب به ملت، ای ملت، گروهی ضد ایرانی کشور را غصب کردن و 39 سال از درست مقابل چشمانتون و آشکارا و بدون هیچ پرده پوشی دارن به ما و میهن تجاوز میکنن هر روز و هر ثانیه و هر لحظه. حالا شما ملت با اینکه این تجاوز به ما و میهن رو میبینید، بیایید و با این قاصبین کشور آشتی کنید و اجازه بدین که با سمینا به تجاوز خودشون برای مدت نامعلوم دیگه ادامه بدن، به امید این که از روی ترحم و دلخواهی یک کمی این تجاوز رو آهسته تر بکنه. خب این از دید ملت ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. عرض کنم که کسانی امثال شما و محمد ملکی و اکبر گنجی ملقب به پونز که روی پیشانی زنان بی‌حجاب پونز میکوبید و سروش و کدیور و مهاجرانی که ظاهراً از رژیم بریدن، اینا بابت سالهایی که در تجاوز شریک جرم بودید، شما و بقیه اینها شریک بودین، در دادگاه ملی باید محاکمه بشین به این عرض کنم که و سرنوشت شما و امثال شما رو ملت ایران بعد از برقراری یک نظام مردم سالار و بر اساس اراده ملت از راه همه پرسی آزاد پس از براندازی این مسئله رو برای شما روشن خواهد کرد. حالا دوم این که این آشتی ملی چه مفهومی داره؟ این خواستن آشتی ملی از بزرگترین مستبد جهانی آقای سیدعلی روضه‌خان جز خود فریبی و مردم فریبی چیز دیگری نیست، که این در تخصص شماست و این مثلا رهبر شیعیان یا رهبر مسلمین جهان بر پایه به اصطلاح قانون جمهوری اسلامی اصولا ملت رو نمیشناسه، امت هست که در قانون اساسی نوشته شده. بنابراین اگه منظورتون آشتی امته که اونا با هم آشتی هستن، اگه منظور آشتی ملیه که ایشون اصلا ملت قبول نداره، چه بس آشتی ملی رو. آشتی ملی از دید این آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارشون این است که همه با هر طرز تفکری که دارن، هر مذهبی که دارن، هم از سنی یا شیعه یا باهایی، به ایشون بدن بیعت بکنن و این دیکتاتوری مطلقه ولی فقیه رو قبول داره، بپذیرن اینو. حالا پیشنهاد دوم شما رو بررسی میکنیم که نوشتید خطاب به آقای خامنه‌ای، اموال مردم و دزدی‌ها رو به ملت بازگردانید.
آقای سازگارای خودفریب و مردم فریب در رژیمی که افشاگری دزدی ها و اختلاس ها جرمه، یعنی جنبه جزایی داره، کسی که بیاد رسما اعلام کردن و قانون گذروندن کسی بیاد این افشاگری ها و اختلاس ها رو افشا بکنه، چون تعبیر میکنن به این که امنیت مملکت رو به خطر انداختیم، بنابراین باید مجازات بشین. اونجور نمیگوین اون کسانی که ارقام نجومی دزدی کردن یا اختلاس کردن، اینها بایستی محاکمه و مجازات بشن. وقتی دختر یکی از مسئولان رژیم در برابر اعتراض مردم به حقوق ماهانه نجومی پدرش مردم اعتراض میکنن، به عنوان یه طلبکار، به عنوان نماینده مجلس میاد صراحتاً عنوان میکنه در مصاحبه تلویزیونی که آقا ما انقلاب کردیم که از سفره انقلاب بهره بگیریم، یعنی این که انقلاب کردیم به خلاف اون که گفته میشه انقلاب برای مستضعفین بوده و خمینی هم در این مسئله خیلی به خودش میبالید، بنابراین اگر قرار بود که از سفره انقلاب استفاده بشه، همه مردم، همه مستضعفین باید استفاده میکردن، نه حقوق پدر جنابالی در حدود 70 برابر یه حقوق کارگری باشه که تو همون شرکت داره کار میکنه. بنابراین این که ما بخوایم از آقای خامنه‌ای که خودش رئیس دزدانه، شریک همه دزدانه، مدرک هم عبارت است از حساب صد امام خمینی، و اینکه در حال حاضر بر اساس اظهار مسئولین امن در داخل خود رژیم گفته شده که ما در صد معینی هر ماه بایستی از درآمد نفت به حساب آقا منظور رهبر بریزیم، خب این غیر از چپاول و دزدی علنی چه مفهومی داره؟ بنابراین وقتی که رژیم اصولا بر پایه مافیاها تشکیل شده، منظور مافیای اقتصادی، مافیای مذهبی، مافیای سیاسی، مافیای نظامی، مافیای راندخاری و بقیه مافیاها که لیستش هم رایت تناهیه، وقتی رژیم بر این پایه بنا شده، بنابراین از این مافیاها و سردستشون و رئیس دزدان نباید شما توقع داشته باشید که بیاد پولشو برگردونه به مردم. حالا همونطوری که در گذشته اعلام شده بود از طرف سازمان‌های مختلف که حساب هر کدوم اینا در کشورهای مختلف صدها میلیون دلار، 200 میلیون دلار و بعضیا میلیارد دلار اونجا ذخیره دارن، شما چه توقعی دارین که اینا بیان این پولو برگردونن؟ تنها راه بازگرداندن این دزدی‌ها، اون قسمتش البته امکان پذیر باشه، فقط و فقط براندازی رژیم و محاکمه این اشخاص و صدور حکم دادگاه بر علیه، و این دزدی ها رو حق خودشون میدونن. پیشنهاد سوم شما که بحث اصلی من هست، قانون اساسی جمهوری اسلامیه که پیشنهاد کردید اینو به رفراندوم بگذارید، یعنی در موقعی که این رژیم وجود داره ما بیاییم زیر نظر سازمان ملل متحد یا سازمان‌های بین‌المللی بیاییم یه رفراندومی انجام بدیم و از مردم بپرسیم که آیا این رژیم رو شما می‌خواهید یا نمی‌خواهید. البته این پیشنهاد شما تازگی نداره، اینو 14 سال پیش مطرح کردیم که در موقعی که حاکمیت رژیم وجود داره از مردم سوال بکنیم آیا شما نظام جمهوری اسلامی رو میخواین یا نمیخواین. البته این موقعی از طرف شما مطرح شد که من از سوی شاهزاده و یا اون موقع اعلیحضرت شاه دوم ماموریت پیدا کردم به 14 شهر دنیا مسافرت بکنم و از مردم بخواهم که بیان در یک شوراهای محلی و بعد مجموعهش یه شورای بین المللی و
به اسم شورای اتحاد و همبستگی همه جمع بشن و یک برنامه‌ای که قسمتش هم تعیین شده بود برای براندازی رژیم به مرحله اجرا گذاشته بشه. من به محض اینکه پس از انجام ماموریتم و بازدید از 16 شهر و ثبت نام در حدود 1810 نفر که برای این شوراهای اتحاد ثبت نام کرده بودند، وقتی خدمت ایشون رسیدم با حضور آقای اویسی و آقای شاهین فاطمی که اون موقع به عنوان مشاور اونجا کار میکردن، اونجا یه خط بطلان رو همه اون زحمات کشیده شد و گفتن حالا وضعیت عوض شده. منظور از وضعیت عوض شده ظهور غیر مترقبه جنابالی در صحنه اپوزیسیون بود و بعد معلوم شد که شما این پیشنهاد داره یا مال خودتون بوده یا از جایی دستور گرفته بودین یا کسانی دنبال این کار بودن که اون اصلا اثری در اصل قضیه نداره. بنابراین شما به شاهزاده قبول مونده بودین که بهترین راه این است که ما بیاییم این آرینه رو از مردم سوال بکنیم و ببینیم مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان. و چون شاهزاده با این کار شما موافق بود، در اصل چند سال وقت مبارزه راستی رو تلف کردیم و تمام اون زحماتی که من و دوستان و 1800 نفر دیگر کشیده بودن دود شد و رفت هوا و یه خط بطلان روش کشیده شد. بنابراین این پاسخ فریب شما که در صورت اجرا موجب ایجاد مشروعیت بین‌المللی رژیم میشد، ما فوری دادیم همون موقع. ما منظورم که شخص بنده و تعدادی از میهن پرستان دیگه، و در اونجا عنوان کردیم که این کار جز دادن یک مشروعیت جدید به جمهوری اسلامی نتیجه دیگری نخواهد داشت. و ضمناً یادآوری کردیم در دو تا هشدار سیاسی که هر رفراندومی که به برپایی نظامی مردمی متکی بر ارزش‌های انسانی ایرانی چند هزار ساله بیانجامد، مورد خواست و تأیید همه آزاداندیشان و میهن پرستان است. همه پرسی وقتی مشروعیت داره که بعد از براندازی بر پایه رأی مستقیم و آزادانه مردم و بدون هیچ گونه واسطه و قیمومیت استوار باشه. این قیمومت رو شما اونجا به کار بردیم که مردم صغیر رو، به این عبارت نگفتیم ولی مفهومش اینه، مردم ایران صغیر و مهجور هستن و بنابراین لازمه یه آقابلسری داشته باشن بیاد برایشون کار رفراندوم رو انجام بده و هرچی هم گفتن همون رو باشده هم. و علاوه بر این بایستی شرایط زمانی و اجتماعی و سیاسی لازم برای این همه پرسی فراهم باشه. بنابراین اگر سیستم جمهوری اسلامی حالا یا به وسیله دوستان ما براندازیش انجام بگیره و یا به خود در اثر بی‌لیاقتی و بزرگیشون سرنگون بشه یا بعضی ها سرنگونش بکنن یا به قول بعضی ها منحل بشه، بنابراین در اون صورت بایستی مردم آگاهی کامل پیدا کنن که وقتی پای صندوق رأی میرن برای همه پرسی بدانن به چه چیزی میخوان رأی بدن، نه اینکه بعد از اینکه در شورش 57 مردم اومدن و رأیشون رو دادن بعد بگن ما نمیدونستیم به چی رأی دادیم. حتی روشنفکرها که ما اصلا نمیدونستیم قانون جمهوری اسلامی چیه، ولی فقیه چیه، از کنم رهبر کدومه و امثال. در آخر هم شما اعلام کردین که با اینکه خودتون با شهادت سریعا کار میکردین، اعلام کردین که منطقی تر و سالمتر است که نماد کشور در هر صورت انتخابی باشه. یعنی اگه مردم به نظام پادشاهی رأی دادن، مردم یا نمرتی پادشاه انتخاب کنه. یعنی اون چی که الان در قانون اساسی پیش بینی شده و ولیعهد به عنوان نماد ملی هست، یه خط بطلان روش کشیده بشه. بینندگان عزیز، چون وقت من تمام هست،
من خدمتتون بدرود عرض میکنم، ولی قبل از خداحافظی میخوام خواهش کنم که اگه نظراتی دارین به تلفن 650-619-7623 و یا ایمیل شورای نجات ایران @gmail.com لطف فرمایید پیام بفرستید، در اولین فرصت خدمتتون تماس گرفته خواهد شد. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. ما یاد جان باختگان ما را هم گرامی داریم.